قید کلمه ایست که حالت و چگونگی فعل را بیان می کنه. قید زمان بیانگر زمان وقوع فعل است. امروز، دیروز، فردا. امشب، دیشب، فردا شب. همیشه، ناگهان، گاهی. امسال، پارسال. اکنون یا حالا. مانند ما امروز کلاس تکواندو داریم. امروز ما همیشه به پارک می رویم. همیشه. قید مکان بیانگر مکان وقوع فعل است. مانند اینجا، آنجا، همه جا. پایین، بالا، چپ، راست، عقب، جلو. زیر، رو، میان یا بین، داخل، بیرون، دور، نزدیک. ما اینجا کلاس تکواندو داریم. اینجا. دایی بهرام من سمت چپم نشسته است. چپ. تلویزیون دور است. دور. یا مادرم نزدیک من نشسته است. نزدیک. گربه پایین درخت است. ما داخل اتاق هستیم. داخل. اتومبیل خارج خانه است. خارج یا بیرون. من بین بابا و مامان هستم. یا نمکدان بین شکردان و ظرف حلیم است. قید کیفیت بیانگر چگونگی وقوع فعل است. مانند خوب، بد، زشت، زیبا. آهسته، تند، زود، دیر. مثل سهراب خوب می دود یا سپیده زیبا نقاشی می کند. عارفه زود می خوابد یا عارفه دیر از خواب بیدار می شود. مادر بزرگ تند قالی می بافد. قید مقدار بیانگر مقدار فعل است. مانند کم یا اندک، زیاد یا بسیار، چند، چقدر، سر و سر. مانند عارفه کم غذا می خورد یا سهراب چند بسته شکلات خرید. بچه ها شکلات زیاد دوست دارن. منم شکلات زیاد دوست دارم. آپ کو پھر نیند نہیں آ رہی ہے؟ ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، دادا صاحب نے یہ ایک سم کارڈ کے ساتھ ہمیں تحفے میں دیا ہے. ارے واہ، بہت اچھا ہے، ان کے ہم شکر گزار ہیں. بہت اچھا گھرانہ تھا، سب لوگ کھیل کود میں دلچسپی رکھنے والے، پڑھے لکھے، پرخلوص، خوش و خرم. خدا ان کو سلامت رکھے انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ گولی ہے. مطلب میں جانتا ہوں گولی ہے، کس چیز کے لیے ہے؟ یہ دادی امی نے دیا ہے اور یہ حکیمی گولی ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. کس چیز کے لیے ہے؟ یہ نیند نہ آنے کی گولی ہے. دادی امی کہہ رہی تھی کہ آپ اسے زبان کے نیچے رکھ دیجئے، جیسے ہی منہ میں گھلے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب نیند آ گئی. تو میں رکھ لوں زبان کے نیچے؟ تمہیں یقین ہے نا؟ بالکل یقین ہے. پودینے کا مزہ میٹھی بھی بہت ہے.
ना नाश्ता एक घंटे से तैयार है। नाश्ता? इस मौसम में नाश्ते की बात ही कुछ और है। काश ईरानी हलीम हो। अब नाश्ते पे टूट ना पड़े जनाब, यह सब आपको फनकार समझते हैं। मैं अपने ऊपर सेंसर की कैंची नहीं चलाता। آقا دانشو سمیرا جون تازه ازدواج کردن و برای ماه عسل به ایران تشریف آوردن که این سفر برای این زوج خوشبخت هم یه سفر کاریه و هم یک سفر تفریح. آخه خود آقا دانش قصد دارن که از کشور ما ایران یک مجموعه مستندی هم تهیه بکنن که برای خودشون جنبه تحقیقاتی هم داره که در ضمن باید تو این سفر زبان فارسی رو هم خوب یاد بگیرن. انشالله یاد میگیرن، جوان هستند و باهوش و تحصیل کرده. البته پدر، خود سمیرا جون با زبان فارسی آشنا هستن. من و سمیرا جون در دانشگاه زبان ادبیات فارسی با هم همکلاس بودیم. خیلی روزای خوبی بود، واقعا یادش بخیر. بله همینطوره، واقعا یادش بخیر. پس بنابراین خیلی خوبه، شما بهترین معلم رو داری. بله این امتیاز بزرگیه، وقتی همسر انسان معلمش هم باشه یادگیری چند برابر میشه. دخترم، دختر منم معلمه، همین روستای پایین درس میده. این خیلی جالبه که شما هم کشاورزید هم معلم. البته فاطمه جان تو دوره تحصیل خیلی دانشجوی ممتازی بودن. خیلی ممنون سمیرا جون، شما هم خیلی خوب بودید. اتفاقا من توی دانشگاه زبان دوم و زبان اردو انتخاب کردم، به خاطر همین میتونم کمی اردو صحبت کنم. خب دانش جان، موافقیم بعد صبحونه بریم دامنه کوه دماوند؟ یه دماوند بحر پر چلنه کو کہہ رہے ہیں. بله ماضی، حال اور مستقبل فارسی میں ہر فعل اور ان کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں. هر فعل کی تصریف فارسی میں چھ شکلوں میں کی جاتی ہے، جیسے اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص جمع و سوم شخص جمع. سب سے پہلا زمانہ زمان حال ساده ہوتا ہے، جو شعر و ادب کے علاوہ روزمرہ کی زندگی یا بولچال کے لیے زیادہ استعمال نہیں ہوتا. اگر فعل کے آخر میں ہم نون کا اضافہ کر دیں تو اس فعل کا مصدر بن جاتا ہے. مصدر کسی فعل کے واقع ہونے کو بتاتا ہے، لیکن کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہوتا اور نہ کسی شخص سے تعلق رکھتا ہے. مثال کے طور پر خندیدن کی جڑ یا سرچشمہ معمولی زمان حال میں خند ہوگا اور اس کے آخر میں میم، یہ، دال، یم، ید، ند بڑھا دینے سے زمان حال میں خندیدن بن جائے گا. یہ زمان حال ساده کہا جاتا ہے اور اس کی شکلیں اس طرح ہوں گی: خندم، خندی، خندد، خندیم، خندید، خندن. حالا من از همه شما خواهش میکنم که شش صورت فعلهای ساده رو در زمان حال ساده بگید. بله بله خیلی ممنون. گفتن، ریشه حال گفتن میشه گوی، گویم، گویی، گوید، گوییم، گویید، گویند، گویه، گویم، گویی، گویت، گوییم، گویید، گویت. ریشه حال رفتم میشه رو، روم، روی، رود، رویم، روید، روند. رو، روم، روی، روت، رویم، روید،
روند خواندن ریشه حال خواندن می شود خان خانم خانی خاند خانیم خانید خانند خان خانه خانم خانی خاند خانیم خانید خانند شنیدن ریشه حال شنیدن میشه شنو شنوم شنوی شنود شنویم شنوید شنوند شنو شنو شنوم شنوی شنوت شنویم شنوید شنوند خوردن ریشه حال خوردن میشه خور خورم خوری خورت خوریم خورید خورند ریشه حال نوشیدن میشه نوش نوشم نوشی نوشد نوشیم نوشید نوشند نوش نوشم نوشی نوشد نوشیم نوشید نوشند ریشه حال خوابیدن میشه خواب خوابم خوابی خوابد خوابیم خوابید خوابند خواب خوابم خواب خوابی خوابد خوابیم خوابید خوابند دویدن ریشه حال دویدن می شود دو دوم دوی دود دویم دوید دوند دو دوام دوی دود دویم دوید دوند جیسا که منه بتایا حال ساده یا مضارع ساده زیادتر پرانی کتابون یا اشعار میں استعمال ہوتا ہے اور آج کل کی بولچال میں اس کا استعمال نہیں ہوتا اسی لیے ہم اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے بس ایک چیز ہے جو سب افعال میں مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ متکلم واحد غائب واحد مخاطب واحد اور اسی طرح جمع متکلم جمع غائب اور جمع مخاطب کی علامتیں جو فعل کے آخر میں ہوتی ہیں بدلتی رہتی ہیں کچھ افعال ساده ہوتے ہیں اور کچھ افعال مرکب ساده افعال جیسے رفتن، آمدن، خواندن، نوشتن، خوردن، خوابیدن، دیدن، شنیدن، دانستن و خواستن مرکب افعال دو حصوں سے تشکیل پاتے ہیں جیسے نگاه کردن، دوست داشتن، نقاشی کشیدن، راه رفتن، ورزش کردن و تماس گرفتن آمدن، رفتن، خواندن، خوابیدن، نوشتن، دانستن، خوردن، دیدن، خواستن افعال مرکب دوست داشتن نگاه کردن راه رفتن ورزش کردن تمیز کردن نقاشی کشیدن تماس گرفتن غذا خوردن دوست داشتن نگاه کردن
ورزش کردن، نقاشی کردن، تمیز کردن. اسی طرح که بہت سا افعال ہیں، لیکن اگر آپ یہی کچھ سادہ افعال اور کچھ مرکب افعال سیکھ لیں اور یاد کر لیں تو فارسی بول سکتے ہیں. اسی لیے اسی وقت میں آپ سے گزارش کروں گی کہ فارسی میں بات کریں تاکہ سیکھ لیں. ببین دانشان، یاد گرفتن مطالب تئوری زبان آموزی لازم هست ولی کافی نیست. بهترین روش، روش کاربردیه. یعنی شما علاوه بر تئوری باید در عمل هم به کار ببرید. کہہ رہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے تھیوری سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، پر کافی نہیں ہوتا. اور سب سے اچھا طریقہ وہ ہوتا ہے جس میں پریکٹس ہو. اسی لیے آپ کو تھیوری سے سیکھی ہوئی باتوں کی پریکٹس کرنی چاہیے. بھلے بھلے، خیلی ممنون. انجا زیبا است، انجا بسیار زیبا است. من خوشحال هستم که اینجا هستم. بگو من از این که اینجا آمدم خوشحالم یا خوشحال هستم؟ بله، من از این که اینجا آمدم خوشحال هستم و از شما خیلی ممنون هستم. زمان حال ساده خندیدن. ریشه زمان حال خندیدن آییم، آیید، آیند. ایستم، ایستی، ایستد، ایستیم، ایستید، ایستند. دوام، دوی، دوت. دویم، دوید، دوند. نشینم، نشینیم، نشیند، نشینیم، نشینید، نشینند. نویسم، نویسی، نویسد، نویسیم، نویسید، نویسند. خوابم، خوابی، خوابد، خوابیم، خوابید، خوابند. دارم، داری، دارد، داریم، دارید، دارند. بینم، بینیم، بیند، بینیم، بینید، بینند.